سلام به شما عزیزان و همراهان همیشگی خانه دوست خیلی خیلی خوشحال هستیم که توی 15 دقیقه آینده با مبحث ساختن حد و مرزها با شما همراه هستیم من هم سلام میکنم به شما عزیزان قسمت دوم از فصل جدید خانه دوست رو داریم با همدیگه پیش میریم هفته پیش در مورد این شنیدیم که چقدر اهمیت داره که ما برای زندگی هامون حریم و حد و مرزها داشته باشیم همه ما به این باور داریم مخصوصا ما به عنوان مسیحیان چقدر معتقد هستیم که این نیاز رو در زندگیمون داریم ولی شاید این سوال پیش بیاد که چطور باید این حد و مرزها رو بذاریم و آیا کتاب مقدس به این موضوع اشاره کرده به همین دلیل ما مهمان عزیزی داریم محسن عزیز که از راه بسیار دور مهمان ما شدن. خیلی خیلی خوش اومدید. خوش اومدید. ممنون. منم خیلی خوشحالم که در این برنامه در خدمت شما هستم و میتونم تو این برنامه باشم. مرسی از دعوتتون مرسی. مرسی مم. که با ما همراه شدین. قبل از اینکه بریم سوالا رو ازتون بپرسیم، می‌خاستیم ازتون بپرسیم که شما اهل کجایی؟ من لحجم نشون نمیده ولی شیرازی هستم. شیرازی یه چیزی میگم میخوام بگم. شیرازی ها رو میگن تنبلن ولی به خدا تنبل نه آره. نه تا اونجایی که ما شما رو میشناسیم اصلاً تنبل نیستید اصلاً, اصلاً،, اصلاً،, اصلاً. کل شیرادی ها تنبال میشن آره درسته حافظ <applause> <درسته. آفزم تصفيق> ب... شعر قشنگی داره میگه خوشا شیراز و وصف بیمثالش خداوند نگه دار از زبالش همسر <applause> 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 اینجا بود چند تا باستانک شیرادی هم براتون شما به خونید برامون خیلی شعرهای قشنگی دارن شیراز من مثل اینقدر انقدر تو قوت ندارم <تصفح> جاشو خالیه امیدوارم دفعه بعدی بتونن که همراه ما باشن چقدر عالی پس بدون زیقه وقت چون که تایم برنامه کوتاه هست میخواستم سوال اول رو ازتون بپرسم اگر موافق باشین به نظرتون ما توی حریم گذاری ها ممکنه با چه مشکلاتی مواجه بشیم یا آیا اصلا توی کتاب مقدس در مورد این موضوع هم صحبتی شده مشکلات در مورد حریما خیلی زیاد هست ولی اگه من بتونم تو این وقت محدود با به سه تا مشکل بتونم در موردش صحبت کنم و بگم یکی از مشکلاتی که هست این که ما نمیتونیم نبگیم <applause> یا من فکر میکنم این نه, نه نتونستن نه گفتن ما این رفته توی تاروپود ما ایرانیا ها بله. یا بهتر بگم ما فارسی زبان ها فکر میکنم بله. حتی افغان ها هم درگیر این مسئله هستن بله. هرچند که ما قومی هستیم چه ما ایرانی ها چه افغان ها که نقاط برجسته و نقاط خیلی هایلایتی حد تو قومیتمون ولی خب تو این مورد واقعا نتونستیم بر این به قول معروف تسلط پیدا بکنیم و و فکر میکنیم اگر که مثلا بگیم نه اون طرف مقابل رو مثلا نمیدونم بی محبتی خودمون بهش نشون دادیم بره. و مثلا فکر میکنیم اون طرف مقابل از ما راضی نخواهد بود یه جورایی میخوایم هم خودمون دوست داشته باش شده باشیم از طرف اون هم اونم یه فکر اینجوری داشته باشه که ما دوستش داریم و یه چیز دیگه که باز همون برمیگرده به فرهنگ اینه که ما چیز فرهنگی هست که تعارف و رودروایسی یا خجالت مخصوصا نسبت به خانواده نزدیک بله. مخصوصا پدر و مادر بارها دیدم که دفعا. مثلا پدر مادرها چون ناراحت میشن ما مرزامونه دیگه به قول معروف شلو شل میکنیم کنیم میکنیم ده. دیگه اونجور مرد نمیذاریم و اینم خیلی مهم هست میتونیم به پدر مادرمون بگیم با تمام احترام و دوست داشتن شما ولی من یه مرزی رو دارم همینجور که من وارد مرز تو به عنوان پدر مادر نمیشم تو هم به عنوان یه فرد من بالغ هستم زندگی خودم رو دارم ازدواج کردم به هر حریم من و مرز من احترام بذار و یه مورد دیگه که میاد به اینا افزوده میشه و کار خیلی به نظر من سختتر میکنه وقتی که ما به مسیح ایمان میاریم و ایماندار مسیحی میشیم فکر میکنیم باید همه دنیا رو ما محبت کنیم و این کلام میگیم مرا زیستن مسیح است و مردن سود من دیگه باید همه زندگیمو بذارم و توی خدمت و محبت کردن دیگران بلد. بعد برکت میخوام اشاره کنم توی مورد بعد یه مدت انقدر خسته میشیم کلافه میشیم درست. و میبریم و اینم اصلا خوب نیست چون که این در رو باز گذاشتیم ما که نمیتونیم همه چه خوبه محبت کنیم دارست. چون رسالت ما اینه ما همه دنیا رو که نمیتونیم محبت کنیم بلد. و در این چارچوب باید بریم جلو و دوست داشتم یه قسمتی از کلام خدا رو حتمام. برای شما بخونم از مزمور 119 آیه 96 میگه برای هر کمالی حدی میبینم اما فرمان تو بینهایت نهایت وسیع است دستان. میگه برای چی کلام خدا میگه برای هر چیزی برای هر کمالی کمالاتی که تو فکر میکنی یه حدی, حدی هست دقیقا. میگه در اون دوستی که میخوای بذاری یه حدی هست بلد. در اون خدمتت یه حدی هست در اون محبتی که میخوای به دیگران بکنی یه حدی, حدی, حدی هست بلد. حتی رابطت با فرزندت با خانوادت و پدر مادرت با دوستات یک حدی هست در و... کمال ولی حد دقیقا, دقیقا. زیبا دقیقا. میگه میگه کلام خدا. تو کمالش هم به جا بیاریم ولی اون یه حدی هست حد. اگه خدا این حد دو گذاشته این مرز رو کرده ما, ما که هستیم بل. که این مرزا رو ده... نتونیم نگه داریم باید, باید نگه داریم نگه چون برای سلامت خودمون نیاز هست و یک آیه دیگه هم میخواستم خدمتتون بخونم امثال باب چار آیه 23 میگه دل خیش را با مراقبت تمام پاس بدار زیرا سرچشمه امور حیات. حیاتی است با با این, این, توی ترجمه انگلیسیش خیلی زیبا میگه میگه گارد یور هارت یعنی قلب خودتو یه حساری <applause> دور قلب خودت بکش یک یک مرزی محافظ بذاره محافظت <applause> کن قلب خودتو <applause> اجازه نده هر کسی میاد وارد بشه یه زخمی بزنه یه کاری با قلب تو بکنه و ول کنه بره بله. اگه خدا اینو گذاشته ما چقدر باید این مردمندی ها رو احترام کنیم و روش بمونیم مطمئنم خدا به ما قوت میده ما رو کمک چقدر عالی گفتید ولی شده برای خود شما که یه جاهایی نتونید این حد و مرز ها رو بذارید یه تجربه ای دارید که به ما بگید حتما منم خیلی خراب کردم <تصفح> بهتر بگم من همسرم خیلی تو این خراب کردیم ولی یک،, یک موردی که یادم میاد یادم از طرف شبانه یه زوجی رو به ما دادن که ما شاگردسازیشون بکنیم و آماده بشن برای تعمید و این فوق العاده این زوج زوج مبارکی بودن و هستن و خیلی هم ما دوستشون داشتیم و داریم ولی تو مدتی که شاگردسازی میکردیم می‌کردیم با این از اون شاگرد می‌کردیم می‌رفتیم خونه خودشون به خاطر بچه داشتن خب سخت بود براشون بیرون اومدن و اینا و یادم اول که می رفتیم خب اینا از غذا درست میکردن و میدونستم ما هر دو کار میکنیم و خیلی سخته خب غذا درست نیست دور هم غذا بخوریم بعد از اون شاگردی و اینا و این عادت شده بود من از سر کار که تعطیل شدم این عزیزان به من زنگ زد ما منتظرتون هستیم بیاید خونه ایمون هر روز هر روز و به یه جایی رسیم خب خو... من من خودم کار میکنم همسرم هم کار میکنه و وقتی کارمون تموم میشه نیاز داریم یه وقتی رو با همدیگه بذاریم با همدیگه شام بخوریم با همدیگه یه فیلم نگاه کنیم وقتی شخصی خودمون داشته باشیم ولی اتفاقا ما یه دفعه رفتیم خونهشون گفتیم اینم قسمتی از سازی هست <applause> که ما بتونیم مرز خودمون رو مشخص کنیم و به اونو <applause> یاد بدیم شما وارد حریم ما نشید تو این قسمت در کمال اینکه شما رو دوست داریم و ما هم وارد حریم شما نمیشیم چون ما ما هم نیاز داریم به عنوان زن و شوهر با هم وقت داشته باشیم و شاغل سازی هم هفته دو دفعه نه <applause> هر روز هفته نه دائما بله. بخواد اون وقتی که از ما گرفته بشه مطمئنا سخت بوده ولی چقدر عالی که شما اینو انجام دادیم و از خدا حکمت خواستیم چون به عنوان یه نوع ایمان نمیخواستیم اون مسئله باز لغزششون بشه بله. یا اینکه باعث بشه که خدای نکرده از خداوند دور بشن درسته خیلی زیبا از تجربه شخصی خودتون با ما در میون گذاشتید و همینطور بینندگان عزیز ممکنه که اونها هم توی همچین تجربیاتی باشن کسی که میخواد حد و مرزهاش رو اعمال کنه شما چه راهکار عملی براش پیشنهاد میدید اگه من یعنی اگر که اون یک فردی مثلا همچین موردی رو داشته باشه من, من فکر میکنم ما خیلی آروم به این نزدیک بشیم حالا توضیح میدم چرا خیلی قدم رو آروم و ریز برداریم به خاطر اینکه فکر کنید مثلا من یه دوستی دارم یک عزیزی رو دارم تا امروز من این رو محبتش کردم این حریما رو ول کردم شل کردم نداشتم بعد امروز یه موعظه میشنوم یا یه کتاب درباره حریمان میخونم از فردا تصمیم میگیرم این رو سفت و سخت بگیرم خب برای اون اصلا این بله. قابل درک نیست و این ما توجیح شدیم به خاطر کتابی که خوندیم به خاطر موعظه ولی ایشون که دقیقا. نه من میگم توی این مورد توی قدم هامونه که خیلی آروم برمید با ملاحظه با اون برخورد کنیم خب با ملاحظه والی. برخورد کردن و قدم هامون برداشتن هم حریمای خودمون محکم میذاریم هم به اون طرفمون همینجور که توی یکم قبلتر گفتم به اون یاد میدیم که تو هم باید نسبت به دیگران این حریما رو حفظ کنی و مراقب باشی اه. و من یه،, یه, چیزی رو میخواستم با اجازتون بگم حتما. زن و شوهرهایی مثلا زیادی هستن که مخصوصا در مورد مسائل مالی مثلا پدر من همسرم میان برای مشاوره شبانی و این م... مشکل اینه که یک طرفشون نمیتونن اون لول یا سقف خرج کردن پول رو نگه دارن لبستن. و چیزی که ما بهشون میگیم میگیم که شما این سقف رو اج... اجازه دارید تنهایی خرج, کنید بله. ولی اگه از این سقف بالاتر رفت شما نیاز دارید تو هر شرایطی هستی بیاد اول با هم مشورت کنید تلفنی شده بله. تکل شده با توافق هم تلفنی یا تکلی چک کنم با توافق هم باشه اگه بخوام یه مورد دیگر رو اشاره کنم من یادم از همین بچگی مایکام میشان دو تا پسرای من وقتی میبردم حمامشون بدم بهشون یاد میدادم که این قسمت خصوصی شما هست و هیچ کس اجازه نداره به این قسمت خصوصی شما دست بزنه و خیلی وقتا وقتی میرم امتحانشون میکنم بهشون میگم دستشون اینجوری میکنم میگن اگر که کسی دست بزنه ما به مامان و بابامون میگیم آفاره. الان توی شادی هم که اصلا من یه موقعی تو کلیسا دارم موعظه میکنم یه مربی کانوشادی شادی چون میگه این با ما نمیاد دستشویی میگه که حتما بابام یا مامانم منو ببره دستشویی <applause> چقدر عالی <applause> چه نکته عالی رو اشاره کردی چقدر مهمه که بچه ها از همون بچگی یاد بگیرن بگن نه این مرز منه از اینجا بیشتر <applause> نمیتونید وارد بشید و مطمئنم شما عزیزان هم بسیار استفاده کردید ما برای چند لحظه میریم و دوباره برمیگردیم خیلی خوش برگشتین عزیزان مرسی محسن جان که توی این قسمت برنامه مهمان ما بودید مرسی از دعوتتون و هدیه‌تون خواهش می‌کنم مرسی که بودید با ما از آن هفته آینده با یک مبحث تازه در مورد حد و مرزها مهمان خانه های گرم شما هستیم تا دیدار دیگر خدا نگهدار